نهادهای حقوق بشری در درون افغانستان و در برون افغانستان نگرانی کردن از آنچه که اتفاق میفته بر غیر نظامیان در زیر حاکمیت طالبان پس از تصرف مناطق از خشونت‌های پیهمه که در این روزها گزارش ها منتشر میشه از آنچه که اتفاق میفته. حکومت افغانستان هم ظاهرا برای محافظت جان غیر نظامیان برنامه نداشته در جریان منازعه و این تهدیدها را بیشتر میسازه به جان غیر نظامیان و اینکه بالاخره سرنوشت مردم افغانستان با یک چنین خشونت چه خواهد شد یک بحث نگران کننده است و طالبا که ادعای تصرف مناطق را دارن در مناطقشان خشونت صورت میگیره و رویکرد طالبان نسبت به گذشته نسبت به مسائل مهم مثل مسائل حقوق بشری تغییر نکرده و دیدگاه ها را توهم ساخته با همو روایت که طالبان 20 سال قبل از امروز داشتند. برای یک چنین وضعیت و بر برون رفت از این خشونت های پیهمه که بالای غیر نظامیان در مناطق زیر اداره طالبان صورت میگیره چه کار باید انجام شود؟ روی این مورد بیشتر بحث میکنم. آقای محمد هاشم دانش، آگاه سیاسی از ترکیه با ما وصل هستند. آقای دانش، طالبان شاید روایتشان نسبت به 20 سال گذشته تغییر نکرده، آنچه که اتفاق میفته و نهادهای حقوق بشری نگرانی میکنن همان چیزی است که 20 سال پیش هم طالبان انجام میدادن. تشکر. نخست از همه سلام و عرض ادب خدمت شما، همکارای تکنیکی و بیننده های محترم شما. وقت امر ایست که طالبا دو روی کرده را به نمایش میگذارن. یک روی کردشان ایست که کسایی که در دفتر قطر در دوحه نشستند و به سران کشورهای مختلف و پایتخت کشورهای مختلف سفر میکنند، به بحث و مذاکرات میپردازند، چیزی که اونا بر دنیا میگن و بر آیت افغانستان و کشورهای دیگه میگن متفاوت از عمل کردی است که طالبا در درون افغانستان انجام میدن. طالبای دوحه میگن که ما حکومت تحمیلی را سر مردم افغانستان نمیخوایم تحمیل بکنیم، فقط و فقط میمانیم اینکه آینده حکومت افغانستان را مردم افغانستان تعیین بکنن که مردم افغانستان چی میخواین، چی نوع نظامی را میخواین. ما به او معتقد هستیم، یعنی در او مذاکراتشان سر امارت تاکید ندارن، ولی آنچه که جنگجویانشان در درون افغانستان انجام میدن کاملا سالهایی هستند که طالبان در افغانستان حاکمیت داشتند و بسیار خشونت آمیزتر از حاکمیت طالبان هستند. انفجار دادن ساختمان های ولسوالی ها، انفجار دادن و آتش زدن تاسیسات عام المنفعه، ماین‌گذاری در سرکهای عمومی که باعث تلفات مردم ملکی میشن، از خانه های مردم به مصابه سنگر جنگی استفاده کردن که باعث تلفات بر مردم های ملکی میشن، گرفتن جزیه از مردم و خرج و مواد لوجستیکیشان از خانه های مردم، چور و چپاول منازلی که اونا تصرف میکنن زیر نام ای که مربوط فلان قماندان است یا مربوط اینا هستن، تیرباران کردن بعضی از کسافراد حکومتی را که اینا میگیرن. وضعیت را که شما از میدان جنگ روایت کردین و آنچه که طالبا انجام میده پس نشان میده که این دیدگاه کاملا در تضاد است با دیدگاه رهبرانشان در قطر و طالبان تغییر نکرده روی کردشان. اجازه بدین که تکمیل کنم. بنان این عملکردهایشان مطلقا با چیزی که طالبا در دوحه میگن و سران و رهبرانشان میگن بسیار متفاوت هستند. طالبا باید چیزی که رهبرانشان میگه در افغانستان به نمایش بمانه که برای مردم امید پیدا میشد که اگر طالبا افغانستان را یا در مذاکرات صلح به نتیجه برسند، طالب گذشته شلاق به دست نیست، ولی امروز طالبا عین عملکرد را میکنند. و از طرف دیگه به تفاهمی را که اینا با ایالات متحده امریکا در دوحه کردن هم ایست که اینا هیچ نوع حق عملات را سر شهرهای بزرگ افغانستان ندارن، ولی شما دیدین که سر بادغیس، فرا، قندهار، غزنی اینا عملا داخل
نواحی شهرها درگیر جنگ هستند که بر نقد آقای دانش که به امریکا کردن میپردازند. آقای دانش، حالا چرا دو تا روایت ایجاد کردن طالبان؟ یک طرف آنچه در دفتر قطر مطرح میشه و یک طرف هم بحثی که در میدان جنگ اتفاق میفته. این دو روایت را چرا ایجاد کردن؟ طالبان از این دو روایت چی سود بردن؟ مثلا از آنچه که در قطر مطرح میشه و آنچه را انجام میدن در درون افغانستان. ببینین، امر مسلم ایست که طالبا و یا دفتر قطر و دوحه با او چیزی که در اونجا روایت میکنن و عمل کردشانی که در اینجا هستن، یک سری علاقاتی را در درون طالبا برای متهم به این دارن که اینا اجنتای کشورهای بیرونی هستن و اینا هستن که کشورهای بیرونی که منافع مشخصی را در افغانستان تعقیب میکنن که یه عبارت از به شکست مواجه کردن روند گفتگو و اینا هستن که از جنگ افغانستان به نفع خود بیشتر منفعت خود در جنگ افغانستان میبینن، به اون لحاظ به اون شکل میخواین این را توجیه بکنن که توجیه کردنی نیستن. وقتی که تصرف ولسوالی ها را به نفع خود را یک دستاورد میدانی، وقتی که بنادر عیاداتی را به نفع خود دستاورد میدانی، وقتی که ادعای 80% تصرف خاک افغانستان را در کنفرانس ها میکنی، باید مسئولیت تمام خرابی هایی که از طرف جنگجوی های شما در افغانستان انجام میشه باید دفتر دوحه یا قطر باید به دوش بگیرن. یعنی از دو عمل کرده نمیتونه دو نوع برداشت متفاوت را داشته باشی، چیزی که به نفع تست او را در مذاکرات ازش سود ببری و چیزی که از هان آمره و دنیا را خدشدار ساختن و باعث برانگیخته شدن احساسات مردم میشه، او را باز مربوط به کشورهای منطقه و همسایه های خود بدانیم که این منطق طالب قابل قبول نیست. یک طرف دیگر قضیه افغانستان، حکومت افغانستان است که خودش مدافع جان غیر نظامیان دانسته میشه، اما ظاهرا حکومت افغانستان هم در جریان مناظره نتونسته غیر نظامیان را محافظت کنه. نگرانی این است که وقتی حکومت افغانستان عمل کردش این همه ضعیف است و طالبان هم خشونت میکنن، بالاخره سرنوشت اون مردمی که در گیر و دار جنگ افتادن در میدان نبرد چه خواهد شد؟ چیزی که جای بسیار تأسف است او ایست که نه حکومت افغانستان به فکر ملت افغانستان هستند و نه طالب. حکومت به خاطر بقای خود به هر نحوی کوشش میکنند که پروسه جنگ را طولانی بسازند و مذاکرات صلح را مصروف کننده نگاه بکنند، نه اینکه قطع بکنند. مصروف کننده تیمیشان که در اونجا است، یک تیم بی‌صلاحیت را در دوحه معذب ساخته، یک طرف قضیه. از طرف دیگر شما چون در بعض مناطق خبرنگار را و بسیار کم رسانه ها حضور دارند، همی فعلا از انمی به نام خیزش های مردمی که جنگ سالارا را، این تفنگ سالارا را و این ملیشا را مسلح ساختن، از طالب قدر مردم از اینا بسیار بدتنگ آمدند. امروز در اسلام قلعه نفرای اسماعیل خان کسی برای سلام نداده بود، نفر را لتکوب کرده که چرا از پیش روی ما تیر شدید، بر ما سلام ندادید. وقتی که خشونت به این سرحد از طرف ملیشه ها و از طرف جنگ سالارا و از طرف نیروهایی که سالهای قبل امتحان خود برای مردم داده بودند، سالهای قبل اینا امتحان شده بودند که عامل تمام بدبختی ها و مصیبت ها اینمی جنگ سالارایی که به نام مجاهدین و به نام قماندان های جهاد عرض اندام کرده بودند، تو پس خواستی این را سر مردم مسلح بسازی، پس خواستی اینا را مسلح بسازی. مسلح بودن هم تا سر حدی حاکمیت حکومت را ضعیف کرده که مراد به صفت والی دایکندی تعیین میشه، از هوا پس برگشت میکنه که هوای محقق قبول ندارد. پس بیاین این گونه بحث کنیم که منازعه افغانستان یک سمت و سوی تازه به خودش پیدا کرده. آنچه را که شما ملیشه خواندین، یعنی گروه های بسیج مردمی که حکومت برش میگه، یک طرف نیروهای حکومتی و طرف دیگه هم طالبان، این سه جنا در میدان نبرد عملا می جنگن و آنچه که آسیب پذیری ایجاد کرده بر غیر نظامیان هم همین است که هنوز غیر نظامیان نمیدانند که واقعا به کدام طرف باید تکیه کنند و باور بکنند. منازعه افغانستان وارد چه فصل خواهد شد؟ آیا مردم بیشتر از این آسیب خواهد دیدن؟
ما یقین و باور کامل دارم که باید اونمو سیاسیون افغانستان و طالبات که تا حدود زمزمه های آتش بس از میدیا به گوش شما میرسن که طالبا فعلا حاضر شدن که آتش بس را بر یک مدتی را بپذیره و مذاکرات صلح را سرعت بیشتر ببخشن. با مردم افغانستان ای به کار هستند که نهادهای مدنی، عذاب سیاسی و جامعه مطبوعاتی افغانستان در راستای وادار کردن حکومت و طالبا بر میز مذاکره هستند. جنگ رای حل نیست. در جنگ هر دو طرف فقط منفعت خود میبرند، یکی بر تداوم قدرت جمهوریت دعوا میکنه و یکی هم اونمو امارت اسلامی طالبانی هستند. بغیر از اینکه میز مذاکره را سرعت ببخشیم و یک رای حل صلح‌آمیز را به قضیه افغانستان پیدا نکنیم، مردم قربانی این نبرد هستند. آقای دانش بسیار کوتاه به میز مذاکره باور دارین که نتیجه بده؟ ما یقین و باور کامل دارم که اگر دولت از نمی وضعیت فعلی بر تداوم قدرت خود تلاش نکنند، سیاسیون دست به کار شوند، عذاب سیاسی و جامعه مدنی، مذاکرات مطلقا نتیجه میده و ما با یک رای حل صلح‌آمیز به نتیجه میرسیم. در غیر صورت جنگ تباهی و بدبختی است، ما را وارد یک صفحه بحران جدیدی میکنند که جمع کردن از این نه در توان امریکاست، نه در توان ملت است و نه در توان کشورهای منطقه است. یک بحران خانمانسوز منتظر افغانستان خواهد بود. ممنونتان آقای محمد هاشم دانش، آگاه سیاسی که از ترکیه با ما وصل بودید. حالا هم میریم به یک وقفه کوتاه. همان گونه که در بخش اول برنامه صحبت کردیم، در مورد منازعه افغانستان و آسیب پذیری غیر نظامیان نیاز داره که تحلیل بیشتر شود و این که چگونه باید جان غیر نظامیان در جریان این منازعه پیچیده محافظت شود. روایت را که آقای دانش مطرح کردین بود که خب حالا جناح‌های مختلف درگیر جنگ افغانستان شدن و این بحران را بیشتر می‌سازد. روی این مسئله بیشتر بحث می‌کنم. آقای وحیدالله فقیری، آگاه سیاسی از واشنگتن با ما وصل هستند. آقای فقیری بسیار تشکر که وقت گذاشتین. ابتدا می‌خوایم بگوییم که چگونه در جریان این منازعه پیچیده می‌توانیم جان غیر نظامیان را محافظت کنیم؟ آقای منصور سلام به شما و به بینندگان شما. یکی از راه‌های مهمی است که اردو جناح متخاصم یا تمام جناح متخاصم از کشتار و از بمباری و از جنگ کردن در مناطق مسکونی و مثلا مناطق که در اونجا ازدحام زیاد باشه از او پرهیز کنن و مردم عامه را متضرر نسازن. و دیگر رایش ایست که خود افغانا هم افغانا یعنی افغانایی که در اجتماعات و جوامع مدنی فعال هستند، اونا هم بر هر طرف فشار بیاره از طریق اجتماعات، میتینگ ها، پیمایی های مدنی که سر هر دو طرف فشار وارد شود که اونها در رابطه با زندگی و جان و مال مردم بیگناه و بیدفاع، مردمای ملکی، دقیق باشن، متوجه باشن و در اونجا جنگ را برا نندازه. یعنی و دیگه هم چین بین المللی است، فشار بین المللی است که افغان ها میتونه از طریق سازمان های بین المللی اونا را تشویق کنه که سر هر دو طرف یا همه جناهای متخاصمی فشار وارد کنه که در جاهایی که مسکونی است. آقای فقیری، بحثی است که امین اکنون هم سازمان جهانی حقوق بشر، عفو بین الملل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واکنش نشان دادن برای آنچه که در زیر حاکمیت طالبان اتفاق میفته، ولی هی طرف هم حکومت افغانستان است که خودش را مسئول محافظت جان غیر نظامیان میدانه. چرا این آنچه که نیاز است که شما مطرح کردین اینا در عمل پیاده نمی کنند برای محافظت جان غیر نظامیان؟ یک طرف طالبان از خانه های مسکونی با عنوان سپر در برابر نیروهای حکومتی استفاده میکنن و هر از گاهی هم شکایت از حکومت افغانستان مطرح میشه که با بمباران مناطق غیر نظامی آسیب رسانده به غیر نظامیان.
یعنی واقعا هم ای هر دو طرف در این ملامت هستند. به نظر من همه طرف های دخیل جنگ در این ملامت هستند و همه طرف ها باید ایره مد نظر بگیرن که آینده عدالت می آید. در آینده مردم اینا را چی می گیرن مسئول حساب میکنه و از اینا پرسان خواهد شد. و این چیز دیگه که من واقعا هم باید اصرار کنم و خود حرکت درونی مردم هستن که مردم هم باید اینا را نگذارن که سر حقوق حقی مردم افغانستان، سر حقوق امنیت، جان، سر از اینا مردمایی که مسلح هستن تجاوز کنن. از هر طرف که باشن به نظر من مردم عام افغانستان، مردم عادی افغانستان باید در مقابلشان استاد شون و از حقوق خود دفاع کنن. به نظر من یک چیزی که واقعا هم خلاص در افغانستان ایست که خود مردم ما افغانا، یعنی ما افغانا هم در این رابطه یک کمی سهل‌انگاری کنیم و در این رابطه مردمایی که مسئول هستن اونا را به قانون نسپردیم و یا سرشان عریضه نشده یا گرفتار نشدن و اگر گرفتار هم شده پس خلاص شدن. یعنی چیزای بسیار، یعنی چیزی که بسیار مهم است و ایست که بسیاری از این مردمایی که مردمای عامه را به خطر مواجه میکنن یک نوع براءت حاصل کردن، میرن و مردمای بزرگ میشن و هیچ کس از گریبانشان گرفته نمیتونه که بیاره به قانون بسپاره که تو چرا در این مقطع زمان این کار کردی. به نظر من یک نوع گفته مردم که عدالت انتقالی یک نوع گم است و نمو هم به مردم، به بعض مردم. آقای فقیری، یک طرف قضیه افغانستان هرچند حالا رخت سفر بستن که برن آمریکایی ها بودن با متحدینشان که خودشان را اینا هم مدافع غیر نظامیان، زنان، اطفال و حقوق بشر میدانستند و با همی شعار وارد افغانستان شدند. اینا فکر میکنین چرا ساکت هستند در برابر آنچه که امروز در افغانستان اتفاق میفته؟ بالاخره اینا 20 سال سرمایه گذاری کردند که ما آمدیم تا دموکراسی و حقوق بشر را در افغانستان نهادینه بسازیم. آقای منصور، یکی از گفته یکی از کس که تخلف کرده، یک کسی که در این رابطه بسیار جنایت کرده و خود اینمی نیروهای خارجی هستن، یعنی واقعا هم اگر ما و شما دیدیم که محکمه جنایی بین المللی تقریبا 1 میلیون عریضه را از افغانها دریافت کردن و اکثریت جنایت کم شده از طرف قوای بین المللی، مخصوصا قوای امریکایی شده. یعنی براون یونیورسیتی یا پوهنتون براون که یکی از پوهنتونهای بسیار مشهور امریکا است، او در چند روز پیشتر یک رپورت نشر کرد و رپورت گفته که 31,000 اساکر متقاعد امریکایی در خود امریکا خودکشی کردن. یه اونو اسکرای هستن که به افغانستان رفتن، به عراق رفتن، جنگ کردن، از اونجا پس آمدن، در 20 سال اینا رفتن و آمدن. 31,000 اساکر امریکایی در امریکا خودکشی کردن و این به خاطری است که وجدان از اونا را آزار میده. جنایتی که اینا کردن در عراق، در افغانستان، در دیگه جایی که جنایتی ای امریکایی ها کردن، این اساکر جوان پس آمده به این خانه های خود آل وجدانشان آزار میده که اطفال را کشتن، زنها را کشتن و خود خودکشی میدن. یکی از خانم هایشان گفته بودن که شوهر ما شب میخیزه و چیخ میزنه به خیلی از او که حالا هم در جنگ هستن، در جنگ افغانستان است. یعنی این نمی اشغاله که ما گفتیم چند سالی که آمده ده، این نه تنها اینه که افغان ها را برباد ساختن، افغانستان به بسیار به فاجعه بزرگ مواجه ساخته، خود از اینا وجدان خود امریکا هم گنده شده. تقریبا همه جا مسئله مطرح است که مردمی که آمدن تقریبا 1 میلیون عسکر که رفته و آمده ده 20 سال که از اینا یک مشکل بسیار بزرگ داخلی هم موجود. آقای فقیری، پس در یک چنین وضعیت همین نهادهایی که به نام حقوق بشر چه در سطح بین الملل و چه در سطح افغانستان فعالیت میکنه، اینا چگونه میتونن حداقل جلو تلفات غیر نظامیان را بگیرن؟ هرچند که یک نگاه به این نهادها هم امین است که اینا هم جانبدارانه گاه برخورد میکنن. به گونه نمونه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را عمدتا وابسته به حکومت افغانستان میدانن و هر از گاه نهاد بین المللی حقوق بشری جهانی را هم وابسته به قدرت های مثل آمریکا. پس دادخواهی را چگونه و کی باید انجام بده برای محافظت جان غیر نظامیان در میان گروه های متخاصم؟ یعنی باز هم ما دیدیم، شما خودتان هم در این گفتن که
بسیاری از سازمان های بین المللی هم یک نوع برخورد درویا و درست نمی کنه و نمی خواه که مردم کراستی هم دهی چیزا دخیل استن، هنا را به عدالت بسپارن یا رسوایشان کنن و یا هم قدرتشان نداره. یعنی این سازمان ها می تانه که یک اعلامیه صادر کنن، یک اعلامیه کنن که فلانی فلانی آدم این می کارا را کده. مطلب اصلی ما ایست که مردم افغانستان، ما و شما، ما افغان ها هم باید در این رابطه آرام ننشینیم و در این زندگی ماست، حرمت ماست و کسایی که به این زندگی ما، به حرمت ما، به عزت ما صدمه میرسن اونا را باید مشخص سازیم، رسوایشان کنیم و به عدالت بسپاریم. در این مسئله خود ما افغان ها هم پیش قدم شیم. اگر کجا ما افغان ها پیش قدم شیم، ما تضمین میکنم که جامعه بین المللی، یعنی مؤسسات بین المللی هم در بغل ما ایستاد میشه و از ما حمایت میکنه. فعلا در افغانستان یک چیزی کیست که خود افغان ها در این رابطه یک حرکت عمومی و جمعی را نکدن که از زندگی خود، از مال خود و از حرمت خود به شکل بسیار مدنی و صلح آمیز دفاع کنه. آقای فقیری، آنچه که مهم است، بیشترین آسیب پذیری به غیر نظامیان در نقاط بوده در چند روز گذشته که اونجا طالبان حاکمیت دارن. واقعا شما هم به امین باور هستین که طالب روی کردش نسبت به 20 سال گذشته تغییر نکرده و هنوز طالب به امو باور است که اگر بر افغانستان روزگار حاکم شوه یا ای که سهم داشته باشه در قدرت، همو امارت 20 سال پیش خود را بر مردم تحمیل کنه؟ امید ما ایست که نباشه، یعنی طالب هایی را فهمیده باشه که به سال گذشته شرایط جدا بوده و فعلا شرایط جدا است. افغانستان یک طبقات شهری ایجاد شده، قشرهای آگاه ایجاد شده، مردم های جوان های ایجاد شده و اینا کلشان با دنیا اتصال داره، متصل هستن و او چیزایی که 20 سال گذشته بود و دیگه تکرار به خیال ما شدنی نیست افغانستان. و هر کس که این خیال میکنه که اینا میتونه 20 سال به عقب بره، به نظر من بزرگترین اشتباه را میکنه. افغانستان واقعا هم تغییر کرده، یک قشر جوان الحمدلله داریم، آگاه داریم و در این بار رابطه باید کل اونایی که میخواهند افغانستان حکومت کنه به این متوجه باشه تا که اگر کجا یعنی می قشر جوان، یعنی می طبقات آگاه افغانستان که خود نداشته باشه، کسی سر افغانستان باز به زور حکومت کرده نمیتونه. این چیز باید همه ما چی کنیم، به این اعتقاد داشته باشیم که افغانستان دیگه و افغانستان به سالا نیست و مردم افغانستان انشاءالله آگاه از حقوق خود دفاع میکنه و از طالبا و از همه خواهش ما ایست که این چیزا رو مد نظر بگیرن. تا جایی که ما میدانم منصور صاحب از اعلامیه از اونا که صادر شده تغییر معلوم میشه، یعنی در اونجا است مردم ها به اعتقاد هستن که دیگه او ما انحصار نمیخوایم، قدرت نمیخوایم که انحصار کنیم. ما نمیخوایم گفته در میدان نبرد فکر میکنین که با رهبری طالبان در هماهنگی نیست و یک خشونت است که در زیر مجموعه طالبان وجود داره؟ نه، به فکر من است که فعلا چه شرایط جنگی است، بخاطر به یک هجوم نظامی است که طالبا آورده و طالبا فکر میکنه که با این هجوم میتونه که اراضی بیشتر، ولسوالی های بیشتر، ولایت بیشتر زیر کنترل خود بیاره و در مذاکرات نهایی که به میز میرن در اونجا موقف قوی تری داشته باشن. به نظر من فعلا یک مسئله نظامی است و این یک واقعیت هم است. واقعیت هر کس که در این حالت باشه میخواه که اراضی بیشتر به کت خود داشته باشه و در میز مذاکرات از موقف قوی گپ بزنه. به نظر من فعلا یک مسئله نظامی است. ممنونتان آقای وحیدالله فقیری، آگاه سیاسی که از واشنگتن با ما وصل بودید. این بود برنامه افغانستان 1400 در این شب. وقتتان خوش، خدا نگهدار.